وخامت بی‌پیشینه وضعیت امنیتی در کشور. تنها در یک هفته 6 حمله انتحاری و 525 حمله تهاجمی از سوی طالبان در کشور رخ داده است. به گفته وزارت امور داخله، در جریان این حمله ها 251 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این میان وضعیت امنیتی در هلمند نیز بدتر شده و در تازه ترین مورد یک دروازه ورودی شهر لشکرگاه نیز از کنترل نیروهای امنیتی خارج و با کنترل نیروی طالبان در آمده است. جنگ و درگیری هایی که به گفته سازمان ملل بیش از 35,000 هلمندی را به جا کرده است. این همه در حالی رخ داده که دور تازه گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه قطر آغاز شده و امیدواری وجود دارد که به زودی به نتایج ملموس ابتدایی دست پیدا شود. به هر حال علت اصلی افزایش خشونت ها از سوی طالبان و عدم موفقیت نهادهای امنیتی در مهار این خشونت ها چیست؟ در برنامه امروز خط کابل با مهمانانم به بحث و بررسی میگیریم. درود بر شما، وقت بخیر. به این برنامه خط کابل با من محمد ایوب نسیمی خوش آمدید. در برنامه امروز جناب آقای سید صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا و جناب آقای اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما هستند مهمان هستند که از حضورشان بسیار سپاسگزار هستیم. بسیار تشکر از حضورتان. بحث با شما آغاز بکنیم جناب هاشمی صاحب. میخوایم بپرسم که با توجه به بررسی که شما کردین، وضعیت امنیتی در سطح کشور به ویژه ناامنی های خلق شده از نشانی طالبان کاملا مشخص است. فکر میکنین که دلایل اصلی افزایش خشونت ها در افغانستان چی است؟ به نام خدای بزرگ، عرض ادب احترام به شما جناب اطمر صاحب، کارمندان گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان عزیز تلویزیونی خورشید. سلامت باشید. خب همه ما شما در جریان هستیم و تمام تحلیلگرای محترم و سیاسیون به این عقیده هستند که افزایش خشونت ها از طرف طالبا ای به این منظور است تا بتانند که تثبیت بکنند به دور میز مذاکرات که یعنی ما قدرتمند هستیم و اگر خواسته باشیم میتونیم که از طریق نظامی هم ما به مو اهداف خود برسیم. هدف اساسی اینمی است و ما فکر میکنم که این هدف اگر بر از یک موضوعی باشه که برای موفقیتشان اونا از او استفاده کنند، برخلاف فکر میکنم که این خشونت ها، این جنگ ها و تشدیدش به نفع از اونا نخواهد بود. بخاطر از اینکه در زمینه گفتگوهای صلح میان افغانان که تا اکنون کدام توافقی به میان نیامده، اما طالب ها با امریکایی ها توافق کردند که ما خشونت ها را کاهش میدیم و در عین زمان گفتگوهای میان افغانی را آغاز میکنیم. چرا اینها به توافقی که با امریکایی ها کردند پابند نیستند؟ ببینید صاحب، که در مجموع موضوع مربوط به افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده است و در زیر پرده مسائل بسیار بزرگ استخباراتی اونجا وجود داره که تقریبا شکاک می سازه آدم به خاطر از اینکه طالبا با امریکا چی روابط دارن و در اون وقتایی که مذاکرات هم آغاز بود بین امریکا و طالبا به خاطر توافقاتشان تبصره بسیار زیاد بود که در پشت درهای بسته اینا صحبت دارن و مردم از جزئیات دیگه از اینکه طالبا غیر از مسائلی که در توافقات روشن شده چی مسائل دیگه اینا مطرح داشت و چی پیش بینی داشتم که تا عالم مشهول است و همین پیچیدگی اوضاع و این تشدید فعالیت ها و این که باز آمریکا هم میبینه که طالبان خلاف توافقات قطر اینا عمل میکنن و تقریبا باعث یک تماشاچی یا تو از دور میبینه و فقط یک تاسف خواهد خورد و دیگه عملا به داد مردم افغانستان نمیرسه، خودش سوال برانگیز است و یک نوع شکاکیت بار میاره. بسیار تشکر جناب اطمر صاحب. میخوایم دیدگاه شما را در همین مورد داشته باشم که چه چیزی باعث افزایش خشونت ها از سوی طالبان شده و طالبان چه فکر میکنن که با افزایش خشونت ها به چه هدف و مرام از قبل تعیین شده خود رسیدن؟
تشکر. سلام خدمت شما، خدمت جناب هاشمی صاحب و تمام بیننده عزیز. سلامت باشید. چیزی را که پاکستانی ها و طالب ها برداشت دارن اوی است که اونا زیادتر طرفدار مصالحه و یا پیشبرد مذاکرات در دوحه نیستن، بخاطر از اینکه شما میفهمید زمانی که اگر مذاکرات در دوحه پیشرفت بکنه مانا از این گفتیست که اونا در آینده شامل یک نظام همشمول با گفته خودشان خواهد شدن. اما اگر اینا از زاویه نظامی برتری به دست بیارن و اینا بتانن که برتری نظامی داشته باشن و با گفته خودشان بتانن که نظام سقوط بتن، اینا بتانن که تمام نظام تصاحب بکنن و باز به دل خودشان که هر قسم نظام را ساختن، زیادتر اونا آینده خود از راه جنگ میبینند. قسمی که گفته شد، با وجودی که توافقنامه بین امریکا و طالبا از طالبا میخواهد که اونا خشونت را کم کنند و یا حتی در قدم بعدی اینا اورمند مراد بکنند، ولی طالبا نخواستند که به او تعهدات خود وفادار بمانند. از این خاطر است که اونا کوشش میکنند که در سه نظامی دست بالا داشته باشند. اگر بر از اینا بحث نظامی اولویت است و میتونه به هدفشان اونا را برسانه، پس حضورشان در میز گفتگوهای میان افغانان به چه معنا است؟ چی میخواهند در اونجا؟ اونا اینطور فکر میکنند که گویا در میز هم باید اینا دست بالا داشته باشند و در تمام مذاکرات به خواسته از اونا جواب مثبت داده شود و این را به خاطر از اینکه طرف مقابل نشان داده باشه اینا در میدانهای جنگ کوشش میکنه برتری نظامی خود هم برخ امریکایا بکشه هم برخ طرف دولت افغانستان بکشه. از این جاست که اونا زیادتر طرفدار جنگ هستن و کوشش میکنن این برتری را در طرف نظامی داشته باشه. درست، سپاسگزار هستیم جناب سناتور صاحب. آیا واقعا به این هدف که طالب ها تعیین کردن از راه خشونت بر پذیرش خواسته هایی را که مطرح کردن در میز گفتگوهای صلح خاطر رسیدن یا نه؟ بسیار خطرناک است. پیش بینی هم همی است که اگر مذاکرات که در دوحه است بین الافغانی به نتیجه نرسه میتونه که اوضاع امنیتی بیشتر و بیشتر به بحران برود. خب در اینجا دیگه فکر میکنم که تنها حکومت افغانستان نیست و دیگه نیروها دیگه علاقات هم در اینجا وجود دارن که خود مردم افغانستان اصلا دیگه از جنگ و کشتار خسته شدن و عقدای بسیار زیاد دارن. حالا شما میبینین که در این روزا در خانه شهیدی و در خانه بیوه و در خانه یتیمی، خودش یک انگیزه را خلق میکنه تا مردم آیسته آیسته بتانن بسیج شوند و یک وحدت و یک پارچگی از منافع خود دفاع بکنن. یک جهت قضیه است و دیگه یکی باز اینجا مسئولیت آموتان به عهده آمریکاست دیگه که او با قرارداد استراتژیک با افغانستان امضا کرده، همزمانی که توافقنامه را با طالبان امضا کردن در کابل آمدن ناتو آمریکا تعهدات مقابل دولت افغانستان داشتن. خب ضرورت است دیگه که در اینجا باز تخطی طالبان از امو توافقنامه قطر یا از امو مسائلی که میتونه که افغانستان به یک صلح ثبات دائمی برسانه و به نوعی از آنها خاطر تمام کشورهای منطقه و خود اعضای متحد آمریکا که در اینجا یقینا که در آینده تصامیم داره، ولی فعلا که میخواد از خود از یک منجلاب خلاص بکنه و به خاطر انتخابات آقای ترامپ در اینجا دیگه اینا باید اخلاقا و الزاما باید وظایف خود در مقابل افغانستان متعددات که دارن انجام بدن. درست، اما ظاهرا آمریکایی ها در بحث صلح و جنگ افغانستان زیاد صادق نیستن، حداقل باورها به همی است که اینا زیاد صادق نیستن. یک طرف را یک چیز میگن و طرف دیگر را چیز دیگری. با اونا توافق کردن اما برخلافش عمل میشن، امروز بی تفاوت هستن، با چند اعلامیه و توییت اکتفا میکنن. اراسمی هسته و بارها هم از طرف مجلس سنا جناب سناتور سبام
دمی اکید هستند که در مسائل مربوط به جنگ و صلح افغانستان موضع‌گیری آمریکا تا هنوز مشخصا واضح نیست که شفاف و بسیار صادقانه و بسیار با حسن نیت بوده باشه، به خاطر اینکه قضایای آخر نشان میده که اینا صرف در صدد تامین منافع خود بوده و منافع پاکستان بوده و منافع طالبان بوده. همین توافق پس با این وضعیت بازم با یک سردرگمی مواجه هستیم. سردرگمی به این است که بازم این مردم بیچاره افغانستان در حالت بحرانی قرار میگیرند، اوضاع مملکت بیشتر به وخامت میگیره و در اونجا دیگه باز ضرورت عظیم افتاد که واقعا سران که در داخل هستند، سیاسیون، نخبگان، علما، جامعه مدنی، جوانا، کلگی باید متوجه عاقبت خطرناک کار شوند و دست به دست هم بزنند و از منافع خود دفاع کنند. دیگر راه چاره وجود نداره. ممنونتان، سر تشکر. میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه همچنان با خط کابل باشید. با ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. جناب اطمار صاحب، توقعی از در افغانستان که صلح تامین شوه و یک حکومت همشمول که همه طرف ها در او دخیل باشند و خود را ببینند به میان بیاید، با این وضعیت که طالب ها به عنوان یک نیروی که خود را بسیار قوی میدانند میخواهند در آینده سیاسی سرزمین نقش داشته باشند و جایگاه مؤثر داشته باشند، چگونه میشه که از راه خشونت به او نقطه برسند؟ آیا واقعا اینا معتقد به سلامت مردم، به آسایش مردم و به آرامش مردم و خودشان در آینده هستند و با این راهکاری که در پیش گرفتن به او اذیت رسیده میتونند یا خیر؟ ما فکر میکنم طالبا در محاسباتی که با خود دارن اشتباه میرن، بخاطر از این که اگر فرض به این باشه که طالبا تمام نظام در تصرف خود داشته باشه و با او فکر که قبلا طالبا 5 سال حکومت کردن که در او وقت هم در تمام کشور آرامی نبود و جنگ ادامه داشت، اگر باز با او فکر باشن، ما فکر میکنم اینا اشتباه میکنن. با جز از اینکه مردم قربانی بتن، با جز از اینکه رنج و بدبختی مردم طولانی شود، چیز دیگر به دست آورده نمیتونن. ما باور دارم که امروز از 35 میلیون نفوذ افغانستان بیشتر از این تقریبا 25 میلیون از این مسلح است و شما در یک کشور که سابقه سرکشی و به اصطلاح رعیت نشدن به هیچ قدرت و قوت و نظام داشته، نمیتونید که با یک گروه بیاین ولو که تعداد نظامی و عسکری تان هم بسیار زیاد باشه، بالا از اینا حکومت بکنین به زور. درست. پس این برنامه غلط است. درست. این برنامه و طرحی که نزد طالب ها وجود داره و یا محاسبه ای که خودشان میکنن محاسبه خودشان است یا از جاهای دیگری بر از اینا داده میشه و اینا عمل میکنن مطابق از او؟ مسئله مهمی است که پاکستانی ها بخواهد که خواسته های استراتژیک خود از زبان طالب ها مطرح کنند. اونا خودشان سیاست مدارای بسیار زرنگ و زیرک هستند، خودشان نمیخواهند بگویند ولی از زبان طالب ها میخواهند که را مطرح کنند و او مطرح کردن یک حکومت وقت یا انتقالی یا چیزی که شما میگین او هست و به می ترتیب خواست پاکستانی است که با ای که ابیتر یک مسئله در این مذاکرات پذیرفته شود تمام نظام موجود مشروعیت خود از دست می ده و تمام دستاورده 19 ساله هم مشروعیت خود از دست می ده. ما قانون نخواد داشتیم، حقوق زن، حقوق مدنی، حقوق بشر، انتخابات، پارلمان، امی سیستمی که امروز در کشور ما موجود است این را همگی به باد فنا میده. به این مانوست که پاکستانی ها در صدد ازی هستند که یک نظام ضعیف باشد تا اونا به هداف خود برسن. بسیار تشکر. هاشمی صاحب، جهت دیگه قضیه حکومت افغانستان است که طرف اصلی گفتگو کننده با طالب ها است.
چرا حکومت افغانستان به باور شما در شرایط امروز که در اکثریت نقاط افغانستان حمله های طالبان وجود دارد در مهار اکثریتی حمله ها ناکام است و طبیعتاً بیشتر قربانی را در بین غیر نظامیان متحمل میشن؟ علت این ناتوانی به باور شما چی است؟ خب میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی خود یعنی تشدید فعالیت های جنگی طالبا و سراسری شدن مقادیر زیاد تسلیحات نظامی و قوای بشری و امکانات مادی و معنوی دیگه برای طالبا که سراسری شده رایس به خاطر اینکه جنگ ها را شدت بخشن، خود از هم میتونه که تاثیر داشته باشه. یکی دست. عامل دیگه میتونه که خب رفتن خود قوت های خارجی و یک مقدار اما از لحاظ ایمایوی اینا نتونن که درست به کارزار جنگی برسن، مثلا از لحاظ قوای هوایی توپچی گپا هم میتونه تاثیر داشته باشه، اما حمایت ها وجود داره. بله بله. و در بحث ما خدمتتون میرسم. و عامل سومی میتونه که خود اینمی موضوع مسلکی بودن و اما کار به علی سپردن و همین مسائل در مابین قوات های مسلح افغانستان وجود داشته باشه که داره. اکثرا تقراری ها واضیان بنابر امو سلیقه و بنابر روابط و بنابر قومیت و تیم و تیم بازی و گپا صورت میگیره. بعضا هم شایعات است که به اساس فسادی که وجود داره در مقابل پول و گپا صورت میگیره. خب این گپا میتونه که یک عامل بسیار کلان باشه برای ضعف. و ما برای شما عرض کنم که قوات های مسلح افغانستان در این جغرافیای افغانستان اونا دستاوردهای بسیار خوب هم دارن و مشکور هم هستیم از پیشان به خاطر از اینکه قربانی زیاد دادن. و ولی جنگ ها هم فرق میکنه، اینا در یک حالت دفاعی هستن. خب در این اواخر است که بعضا طالبا قوات های خود به شکل منظم سازمان دادن و عملات گروهی را انجام میتن، اما حکومت باز هم فقط تماشا میکنه، هنوز هم در حالت دفاعی است. خب انتقاد هم اینمی است که حکومت باید نظر به شرایط اوضاعی که به وجود آمده، همون که میگن تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، اینا باید آمادگی حتی مسائل بیشتر زیر باید داشته باشن، به خاطر از اینکه ما که صحبت میکنیم که اگر مذاکرات به بندست میرسه و نتیجه مثبت نمیده و کشور به بحران میره، در این حالت باید قوات های مسلح افغانستان، نیروهای امنیتی دفاعی در یک ظرفیت بالای توانمندی مربی خود باید قرار داده باشن و پلان جور کرده باشن و اون امکانات و تجهیزات و همو مسائل را که در رابطه با ایتو یک بوران و کار میره اینا باید آماده داشته باشن. در غیر صورت بسیار مشکل است. سپاسگزار شما. جناب اتمر صاحب، شما چه فکر میکنین در همین مورد؟ آیا کافی است که در حالت دفاعی باشه حکومت افغانستان در حالی که مردمش روز به روز به خاک و خون کشانیده میشه و فقط تماشا بکنن و دلیل مطرح شود که ما معتقد به صلح و مصالحه هستیم؟ از او جهت چقدر منطقی است همی بحث اصلا؟ ما فکر میکنم در یک مقطع درست بود، یعنی در از این که هم مردم قانع شود و هم جهانیان و کسایی که درگیر جنگ هستند که دولت افغانستان یک مقدار گذشت کنه و او گذشت به خاطر نشان دادن او حسن نیت برای آمدن صلح است. در غیر از او دولت باید زبانی که دشمن با ما رحم نمی کنن و ما بشینیم به نامی که دفاع کنیم و دشمن باید تمام تاسیسات ما را تخریب بکنه، انسانهای ملکی و بیگناه را شهید بکنه، سربازای ما را شهید بکنه، تمام هست و بود ما را به یغما ببره. شما چون که دیروز در رسانه ها دیدیم که با دندان خود اینا نک بولت موتر آواز میکردن و ایره کبار میکردن. دیگه اگر نیت دشمن چنین باشه، ما فکر میکنم رحم کردن با چنین دشمن خیانت در حق مردم افغانستان است. کاملا. آیا اتمر صاحب قدرت تصمیم گیری در هرم قدرت سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان واقعا وجود داره و اینا توانایی را دارن که تصمیم بگیرن مثلا از حالت دفاعی به حالت تهاجمی، یا نه این مسائل و این تصامیم از بیرون گرفته میشه و از بیرون مدیریت میشه؟ این یک بحث است، به خاطر از اینکه
تا جایی که ما بشنویم بعضی وقت و موثق هم بشنویم نیروهای نظامی ما در بعضی حالات صلاحیت عملیات ها را ندارند تا زمانی که او همکارای بین‌المللیشان بر از اینا نگفته باشه اجازه ندارند که به جنگ برن یا بعض حرکت های نظامی را انجام بدن. از خاطر است که این یک بحث است و این بسیار مهم است. اگر چنین باشه دولت باید که دی دوستای خود گپ بزنه و ابی به اصطلاح ارتباط و یا ابی صلاحیت از اونا اخذ کنه. ممنون شما جناب سناتور صاحب. به عنوان جنبندی برنامه واقعا در نهایت چی میشه؟ حکومت در حالت دفاعی، طالب ها در حالت تهاجمی و مردم افغانستان حیران و سرگردان. بله، بارهای مسائل بحث شده. خب حال دیگه ضرورت است که مردم هم از حالت خاموشی برایند، برای اینکه حالت پیش آمده که بسیار غیر قابل تحمل است. ندانم کاری ها و کندکاری های دولت از یک طرف، خشونت و تشدید فعالیت های جنگی، قسی القلبی گروپ های تروریستی و همچنان طالب ها از دیگه طرف. چی بکنه مردم در نهایت؟ تکلیف مردم چی؟ مردم باید بسیج شوند، مردم باید متحد باشند، مردم باید یک پارچه باشند. تمام اقشار جامعه اونا بسیار حیاتی است این موضوع. اگر در برابر کی استاد شوند؟ خب حکومت است، طالب است؟ من فکر میکنم که روز از زبان یکی از دوستان بلند شد که مردم اگر خشمش بیایه هم در مقابل این ندانم کارها باید مقاومت بکنن، استادگی بکنن، هم در مقابل کسایی که جانشان هم میگیره و مالشان هم میگیره، زندگیشان. برای اینکه از نظر من حاکمیت مربوط به مردم است و خاک از مردم است و این مردم هستن که باید بیدار شوند، هوشیار شوند و آگاه شوند و به سرنوشت خود دیگه کسایی را که نمانند که اینا بازی بکنن. بسیار سپاسگزار هستم جناب آقای سید صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا، و همچنان جناب آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی. و از شما بینندگان عزیز نیز سپاسگزار هستیم که ما را دنبال کردید.